درود به همه، خیلی خوش اومدید به چنل داونشیف. من علی هستم، در کنارتون با یک ویدیو از بازی فورزا هورایزن 5 که فکر کنم خیلی وقت بود از فورزا یعنی هورایزن ویدیو نذاشته بودم موتور اسپورت رو که تو دو تا ویدیو جر دادیم. بچه‌ها یه چیزی، من راجع به ویدیوی قبلی، یعنی اگه ویدیوی دیروز رو ندیدید فورزا موتور اسپورت، بچه‌ها یه برد شیرین گرفتم، اگه ندیدین این لینکش بالا میاد حتما بریم ببینین. ولی بعدش این که دی ان اس ها قطع شد، کار افتاد و هنوزم فکر کنم برای خیلیاتون این مشکل باشه. و توی ویدیو قبلی من گفته بودم که من دی ان اس پولی هم خریدم اختصاصی از شکن و کار نکرد دی ان اس. من بچه ها ببخشید اینو اینجا تصحیح میکنم، من اشتباه کرده بودم و پشتیبانیشون امروز با من تماس گرفتن و گفتن آقا داری اشتباه میزنی، این حرکت رو باید بزنی. حالا من الان اومدم این دی ان اس رو تست کنم و البته توی این هفته ما ماشین جای فورزا هورایزن 5 یعنی جی تی ای اسپانو رو داریم که تو فورزا هورایزن 4 بود میدونم، ولی تو 5 نبود، اومدیم بگیریمش و کسایی که نمیدونن چجوری هم یاد بگیرن. و از اون طرف اومدیم دی ان اس رو تست کنیم ببینیم. الان ببین من الان پلیرای آنلاین بدون هیچ مشکلی با پینگ پایین قشنگ توی مپن، البته من اینترنت هم خیلی قویه، تقریبا نمیگم ناسا ولی قویه، ولی مشکلی که داشتم دی ان اس ها کار افتاده بود، تنها مشکلم کانکت کردن به دی ان اس بود. همونطور که دارم احساس میکنم قشنگ همین چی روونه. و حالا بریم ببینیم تریال رو میاره یا نه. ما برای این جی تی اسپانو خدا رو شکر 20 امتیاز بیشتر نیاز نیست برای گرفتنش و ما تریال رو میخوایم تست کنیم. من یه مشکلی که داشتم جوین شدن توی تریال بود، فاین تیم رو میزنم ببینم که چی میشه. فقط تا بعد شما جوین تریال بدیم داره تایمرش میره، یه چیزی بگم، اگر حالا این ویدیو رو دیدید از دی ان اس راضی بودین برای خریدش باید برید. این اصلا اسپانسری نیست، این چیزی که به نظر ما همه ما باید داشته باشیم، تمام ایرانی ها باید داشته باشن و انقدر محدود اون که اصلا وظیفه شونه و اصلا نباید همچین چیزی پولی باشه و راستش بخوای اصلا قیمت معقولی هم به نظر من نداره. شاید بریم ببینیم بگین علی اونقدر هم گرون قیمت نیست، ولی به نظر من اصلا نباید پولی باشه همچین چیزی. ولی برای کسایی که دوست دارن میگم اگر دوست دارین راحت وزشن و اینا، متاسفانه این راهش دی ان اس رایگان هم میتونین بزنین وزش میشه، ولی اگه اینو بزنین تقریبا میشه گفت هیچ مشکلی دیگه نخواهین داشت. باید برین تو سایت خود شکن، اسمش از شکن حرفه‌ای، شکن حرفه‌ای خریداری کنین که من یه سالشو گرفتم دیگه، تا یه سال حداقل داشته باشین من مشکلی سر ویدیو گرفتن نداشته باشم. واسه بخوام من اگه بودم نمیخریدم و سعی میکردم با دی ان اس رایگان بچم، ولی چون یوتیوبرم و بعد هی آپدیت باشم و ویدیوها رو سریع به دستتون برسونم دیگه چاره جز این نبود. فعلا واسه همین چی داره کار میکنه. حالا دتریال بعد ببینم چه جوری میشه، فعلا که پلیرهای آنلاین مثل بنز قشنگ روونن همه چی برای من. و ولی باز میگم این نه تبلیغات نه هیچی، من خواستم بهتون فقط یه چیزی رو بگم اگه یه کمکی کرده باشم، اگر گیرین نمیتونین وزشین، اگر دوست داشتین تهیه کنین. اصلا قیمتش معقول نیست برای بار هزارم میگم و وظیفه اصلا دولتی که برای ما اینو فراهم کنه، ولی چیکار کنیم دیگه. خب من الان درخواست مچمیک رو قبول کردم، الان این تایمر 5 4 3 2 1 اینا تموشه، باید سری منو جوین کنه توش. آقا پشمام چقدر راحت آورد. خیلی خوب دیگه، از این به بعد فورزا موتور اسپورت ریلکسی. براهه، هر شب پیتزا براهه. و یه خبر خوش برای طرفدارای نید فور اسپید، حالا که اینجوری شد دی ان اس من اگه همه چی اوکیه و اینا، نید فور اسپید آن باوند و منتظر ویدیوش باشین، بریم اون تو هم عشق و حال داداش. ایول خب مسابقه شروع میشه. فقط بچه ها یه چیزی یادتون باشه راجع به این دی ان اس اختصاصی، شما آقا راه برو، آقا اگر شما این دی ان اس به آی پی تون وصله، اگر یک لحظه خدایی نکرده دیدین من قطع شدم به خاطر آی پی، شما اینترنت هامون معمولا جوریه که آی پی ثابت نیست و هی آی پیش قطع عوض میشه، شما هی تو این سایت شکن باید ریفرش کنین آی پی تونو تا دی ان اس براتون دوباره به کار بیفته، که الان من دارم با گوشیم ویدیو میگیرم و نمیتونم این کارو بکنم. ما داریم میریم یه پیچ به سمت راست، ترمز 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 وای اومدم میریم سمت چپ، حالا یه پیچ به سمت چپ، اصلا مهم نیست به کسی بخونین، فقط به رنگای آبی، به پلیرهای آبی رنگ نخونین چون اونا پلیرن، ولی قرمزا رو اصلا بزنین، اونا در واقع NPC هن، اصلا مهم نیستش، چون که ما فقط اومدیم یه لحظه ببریم امتیازمون رو بگیریم. خیلی خب آقا خیلی جالبیم، بریم آقا کره را، بیا برو تو پلیری. و اینم از خط پایان و میرسیم فکر کنم سوم شدم یا دوم شدم نمیدونم دقیق،
خلاصه میگفتم راجع به DNS، این DNS متاسفانه ولی باز به IP تون هست. شما تو سایت شیگه این گوشیتون رو دستتون بگیرید هی رفرش کنید، هر موقع احساس لگ یا چیزی میکنید که داره قطع میشه که IP جدیدتون رو تشخیص بده و دوباره وصل میشه. تنها ایرادش همینه، اگر اینترنت IP ثابت دارین که نونتون تو روغنه اصلا. خب به مسابقه دوم خیلی خوش اومدین بچه ها، اینم ببرین دیگه تمامه، 10 امتیاز دتریال رو گرفتیم. بزن بریم این 911 رو رد میکنیم، یه پیش به سمت راست، اینم اون یکی رو زد، مهم نیستش. بزن بریم آقا، ترمز به سمت راست. اوکی 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 اوکی، خیلی خوب خودم رو صاف کردم خدا رو شکر. برو آقا برو برو، من باهاتون کاری ندارم، راتون رو بریم بابا، من اومدم فقط ببریم با هم دیگه، من امتیاز میخوام، اصلا برای هیچ رقابت و چالشی نیومدم، ولی دارم ردتون میکنم، ماشینتون زیاد قوی نیست. ترمز ترمز، بیا سمت راست. اوکی همین مسیر رو میریم، ادامه میدیم. آقا امتیازمون بیشتره، با هم دیگه دعوا نکنیم که بردیم. خب ما داریم سعی میکنیم این 911 رو بگیریم همینجوری برای فانش، ولی داریم به اون یکی NPC هم نزدیک میشیم. این 911 رو بگیریم خیلی خوب میشه، البته فرق خاصی نداره، فقط دارم سعیمو میکنم. این تریال این هفته خیلی راحت تر از تریال هفته قبلیه یه ذره سخت بود، آفرود بود فقط، بعد ماشین های ضعیفی پیشنهاد داد. من خدا رو شکر برای این هفته اصلا ماشین آماده خود به خود داشتم. خب این NPC یه ذره عقب افتاد، سعی کنیم این NPC تایکانه رو بگیریم. چقدر ماشینش تون میره، برقیه دیگه علی جون. برو بریم آقا، خدا رو شکر فعلا قطع نشدم، یعنی IP هم هنوز عوض نشده. خدایا چقدر ما بدبختی داریم تو این کشور خدایی. خب DNS اختصاصی هم میگیریم، باید حواسمون باشه IP رو هی رفرش کنیم. خدایا نگاه کنم ما تو چه وضعیتی بازی میکنیم و خیلی از پلیرهای خارجی رو میبریم، خارجی ها تو چه وضعیتی هستن. برو بریم آقا دیگه، این تایکان جون میخوام بگیرمه. چقدر تایکان NPC قویه، خدافظ بابا. یهو افتادم جلو، ثرو گوز همیلتون. لژندا فهمیدن چی گفتم، اولیم آقا، لتس گو. بله اول شدیم، داون شیفت اول میشه. ما تازه رقابت هم نمیخواستیم بکنیم، کیومرث. آره ابو سفیان بردیم. خیلی خب بچه ما الان 16 امتیاز داریم، یکی از این تریال بود، یکی هم این مسابقه 5 امتیاز داره و شماها حال نمیدونم چجوری شده 16 امتیاز، منم نمیدونم، ولی این 5 امتیاز داره. این مسابقه رو اگر برین 3 تا مسابقه چمپیونشیپ تبدیل میشه که شما باید بهتره با لول هایلی اسکیلد همه این مسابقات رو ببینید. خیلی راحت مسابقه با هوش مصنوعی. امروز حال این در واقع ایونت لب ها، یعنی مپای ساختگی پلیرها رو ندارم، به نظرم گرفتن جی تی اسپانو راحت تر از این حرفاست. 2 امتیاز داره این چالش، گفته که با ماشین های اکستریم ترک تویز لول S2 باید این دوربین کنترل سرعت میانگین سرعتمون زیر 249.4 کیلومتر بر ساعت نیاد. اوکی رواله، من از اینجا میام و خب میریم توی بخش ماشینمون، دکمه وای رو میزنیم، لول که استو باشه، بعد اکستریم ترک تویز، یعنی اینجا من چه ماشینایی دارم، در واقع این X5 رو داریم، نمیدونم همه چی داریم بچه ها تقریبا. من با سستو منتو فورتزا ادیشن میرم. خیلی خب لتس گو آقا. 249.4 کیلومتر اگه اشتباه نکنم گفته بود. بجوم این سستو رو برای این برداشتم چون هندلینگ گادی داره. و اینجا ترمز میگیریم، میایم سمت راست، حالا میایم سمت چپ. اوکی 261 کیلومتر خیلی راحته تا اینجا کار، البته با این ماشین یه ذرم زیادی دیگه این سستو میپیچه. بیا راست بیا راست، تموم شد. این به این راحتی 2 امتیاز دیگه گرفتیم، الان امتیازمون شد 18 تا، یعنی 2 امتیاز دیگه بگیریم این ماشین رو گرفتیم. رواله باید این پرشه رو بریم، گفته اینم با اکستریم ترک تویز لول S2 گفته 130 متر بپر. حل داداشم حل چشاته، میایم اینجا من فست ترول میکنم. این 130 متر رو راستش یه ذره شک دارم با این ماشین بتونیم بزنیم چون خاکیه زمینش، حالا ولی تست میکنم. بریم ببینیم اصلا جایگاه پرشش کجاست. آها خیلی خب، بهتر از اون خیابونه بغلی بریم. آخ خیابون که چه عرض کنم، این مسیر بغلی یه ذره فاصله میگیریم، فاصله همینجا به نظر من کافیه. ترمز دور میزنیم، برو. خیلی خب اینو با لانچ کنترل میریم، بزن بریم آقا. استارت کردیم ماشینو، بجوم بودو. 130 متر رو 130 متر. آها 130 داداش، خیلی راحته ما. چرا فیلد؟ وایس خوردیم به این. ای بابا داداش دیگه اینقدر نامرد بازی نداریم ها. برو بریم یه بار دیگه، این دفعه اینوری میام. 130 متر سلطان، 130. بله انجام شد، تموم شد. جی تی اسپانو رو به این راحتی گرفتیم، میایم توی این بخش جی تی اسپانو رو دریافت میکنیم.
و بذار ماشینش رو بیارم یه لحظه. چنج کار، اینجا جی تی ای داریم. جی تی ای اسم برندش دیگه، جی تی ای اسپانو اگه اشتباه نکنم. A B C D E F G. خب بچه این ماشین اسم برندش هست اسپانیا جی تی ای و اسم ماشین هم هست جی تی ای اسپانو، مال سال 2016 است. کسایی که فیلم نید فور اسپید رو اگر دیده باشن این ماشین رو هم حتما یادشون میاد. این ماشین فکر کنم از اسم برندش اینجوری که معلومه پس اسپانیاییه. خیلی ماشین به نظر من باحالیه. حالا نه تو کلاس هایپر کاراس یا سوپر اسپورت. این داخلشه خیلی اتاق به نظر من ساده‌ای داره. مثلا کیلومتر شماراش و فرمونش میتونه خیلی خوشگل‌تر باشه، ولی صداشو با هم یه دور گوش بدیم. همونطور که میبینیم بال عقبی ماشین میاد صاف بالا و وقتی ترمز میگیریم اینجوری میاد بالا که به آرودینامیک ماشین خیلی کمک کنه. ولی چیزی که الان رو حالت فابریک دارم میبینم این ماشین خیلی هرزگردی داره واقعا، یعنی خطرناکه. اصلا خیلی راحت میشه این ماشین رو اسپین کرد، ولی ماشین خیلی خاصیه به نظر من. قیافش واقعا خاصه و خیلی به سوپر اسپورت ها میخوره. یعنی واقعا سوپر اسپورت که هست، منظورم اینه که قشنگ برازنده شه، ولی داخلش رو بخوام صادق باشم باهاتون اصلا دوست ندارم. اگر هم سابسکرایب نکردین حتما حتما سابسکرایب کنید، کمک کنید چنلمون بیاد بالا، بچه‌ها حمایت کنید و خب دیگه خواهش میکنم دیگه حمایت کنید که آخوردیم به این. من زدم نمیدونم چرا هورایزن سولو، چرا به نرفتم تو سرور فورزا آنلاین، ولی خب ایرادی نداره، آفلاین خوب نیست. ولی خب خیلی ماشین خاصی، اینجوری میتونین این ماشین رو بگیرین. فکر کنم ویدیو امروز کوتاه شده باشه چون دیر من ویدیو امروز رو گرفتم، درگیر این قضیه دی ان اس بودم، ولی از فردا ویدیوهای ما دوباره طولانی میشه. امیدوارم بکنم این ماشین رو اگر تیون کنیم خیلی ماشین خفنی بشه. راستش تو گاراژم نمیبرمش چون میدونم چیز اسپورتی براش نداره، قشنگ واضحه. و به هر حال اینجوری میتونیم ماشین رو بگیریم. کسایی هم که اگر این بازی رو ندارین امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشین. دمتون گرم، تا یک ویدیو دیگه، خدا نگهدارتون.